تونیم بشنخت. خب این هم از حالا میخونم از رو میخونم. میفرماد که کسی رکعت سوم و چهارم رو حساب همطوری که میخونده حمد و سوره شروع کرده بخوندن، ما عادت داریم دیگه. بعد یهو متوجه شده که رکعت سومه، چیکار کنه؟ قطع کنه از نو تسبیحات بخونه؟ همون کافیه؟ بسیار خوب، حالا از رو دیگه بقیهش رو میخونه. مسئله 1010 یعنی 1010، اگر در دو رکعت اول نماز به خیال اینکه دو رکعت آخر است تسبیحات بگوید، چنانچه پیش از رکوع بفهمد باید حمد و سوره را بخواند، و اگر در رکوع یا بعد از آن بفهمد نمازش صحیح است. حواسش پرت شده رکعت اول دوم تسمه اربعه خوند، قبل از رکوع بفهمه بعد حمد و بخونه حمد و سوره را، اما بعد تو رکوع به بعد دیگه درست. مسئله 10-11، اگر در دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه در دو رکعت اول از هم بخواند، یا در دو رکعت اول نماز با اینکه گمان میکرده در دو رکعت آخر از هم بخواند، چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن، نمازش صحیح است. مسئله 10-12، اگر در رکعت سوم یا چهارم میخواست حمد بخواند تسبیحات به زبانش آمد، این فقط گیر داره، بهش میگن سبق لسان. سبق لسان، یه پدری دو تا بچه داره، یکیش اسمش مشتبه، یکیش مسعوده، میخواد بگه مشتبه، همین الان میگه مسعود، همین الان هم اراده داره بگه مشتبه، میگن سبق لسان. سبق لسان، سبق لسان همین لحظه رخ میده، اون که شما میگوید سبق لسان نیست، اون تو حال هوایی هم عادت داره میخونه. بله نه باشه، همینه میگن هرچه بگن. ببینید اگر عادتش خواندن چیزی بود که به زبانش آمده و در خزانه قلبشان را قصد داشته، میتواند همان را تمام بکنه. اونی که میگن دوباره بخونه اینه که سبق لسان باشه، قصدی توش نباشه. سبق لسان قصد نیست، یعنی الان اراده میکنه چیز دیگه میگه، اما اون قصد هست، قصده، چون قصد نبود نمیخون، منتها حواسش جو به جا به جایی رو عادت. بسیار خوب، یه مسئله دیگه سوال. سوره عصر رو در نماز جمعه نتونست ادا کنه، خوبه؟ نه میشه، اینجا هم هستش، توی این احکام هم هست که اگر کسی کلمه ای رو یادش رفت، حالا بیشتر تو سوره اینطور میشه، یادش رفت یا نشد ول کنه، ولا سوره توحید هم باشه ول کنه، یه سوره دیگه بخون. پیش آمد وقتی میشه، حالا حواسش نمیاد به این کلمه، چند بارم که میگه نمیشه، یه سوره دیگه بخون. درسته؟ کار خوبه، درستی کرد. حالا خونه که بره میشینه هی تمرین میکنه. خب این هم هست به هم بخود. نه اون مال عمده، شما سالم و صحیح و همه چیزم یادته، قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد، تو نماز واجب شروع کردی، همینطوری خودت میخوای به هم بزنی از نو بخونی، میگن نمیشه. سوره های دیگر تا به نصف نرسیدیم میشه رها کرد، سوره دیگه خوند از نصف بعد و میگن بخون، اما این یادش رفته، غیر از یادش رفته چاره نیست، هرچی که قل هو الله احد قاطی کرد، چند بارم گفتید نمیشه، بنو یه سوره دیگه.
نه بسم الله هم بگیم. بله بسم الله هم حروم شده جون. خب اینم از در هر حال مهیای مرد باشه. اومده کسی میخواد پلو خانومش بخوابه، حالا کفن بپوشه و چه و این در هر حالی که هم منظور هست یا تو هجله میخواد دو ماده بره. بله بفرم. مرد چه شرایط توی ختم من توی عقدی من دیدم خودم خیلی سال پیش آقای میخواستن عقد بخونم برای پسر دختر. به دختره فرمودن که دخترم اصول دین چند تاست؟ بتونم گفت که اصول دین 5 تاست و 3 تا گفت. اینا من مثلا گاهی خب مثلا شرایط اینه که مسلمان باشه چه باشه. حالا گاهی بعضی ها مثلا حالا رو حساب این که مثلا ثوابم داره میپرسن. ولی این قضیه که میگم شده مثل شوخیه ولی شده. یک کسی دیگه خیلی شورش در آورده و تو هجله به عروسه میگه خانم اصول دین چند تاست؟ اول بسم الله. اونم میگه ببخشید اینجا شب اول قبر یا شب عروسی؟ خب اینم بس. خب مهیای مرگ باشه یعنی چه؟ مهیای مرگ باشه معنا داشته باشه. معنا داشته من باید به چه مرحله‌ای برسم در هر حال وقتی که در واقع میشه باشه معیار شد. بله خدمت شما اشورت که شما فرض کنید که الان هر مثالی بخواد بزن مثلا کارمند بانک هستید وقتی اطلاع دادن که آیه وقت میان دنبال شما باید بیاد گزارش کارتون رو بدید جدی هم هست قضیه به وقت تخلف هم باشه مشکل میشه. یه آدمی خوب تخلف نکرده تخلف هم کرده درست کرده گزارش هم داره این براش فرق نمیکنه رفت به دنبالش میچش شب باشه صبح باشه. گرفتاری مرگ تخلفه. گرفتاری مرگ اینه که تو پرونده نماز کم باشه روزه کم باشه حال مردم باشه ظلم باشه ستم باشه حج ترک شده باشه. وقتی پرونده گیری نداشته باشه فرق نمی‌کنه. هر سالی فرمودن وقتی من پروندم صافه هیچ فرق نمی‌کنه مرگ بیاد دنبال من یا من برم دنبال من. مرگ روی من بیفته یا من روی مرگ بیفتم اون که اونجوریست همیشه آماده است. باش مرگ حق میادش. مشکل اینه که الان گرفتار نباشه می‌بینیم گرفت. کسی که پروندهش صافه این آماده است فرق هم براش. چون بگیم میخوام چیکار کنیم وقتی میخوام بمیریم میخوام بدم آخرت بریم دیگه خب ببرم برو. مشکل اینه که وقت گرفتار نشیم وقتی ترسی نباشه خب باش بریم. اون آدمی که گناه تو پروندشه اون مهیای مرگ نیست. این کی میخواد توبه کنه چجور میخواد بکنه با کتک ها چیکار میکنه یا آخرت رو قبول نداره. خب این هم از سوال بفرمایید. السلام علیکم.
السلام علیک ایها النبی و یا اینکه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اینه که شما فرمودید هر دوش درست برشن. اگر بخوایم حرکت آخر کلمه النبی رو بگویم، نبیو هستش، السلام علیک ایها النبیو و رحمت الله و برکات. یه وقتی کسی میخواست سر کلمه نبی مکس کنه، میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. نه، حالا منطقه چون معمولا مکس نمی کنند، میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. بله، دفعه این که شما گفتید هر دوش درست بودش. خب اینم از ایشون می فرمده نفر مرده، منطقه این که مرده آدم با پدر و مادریست. آیا پدر و مادر ارث میبرن؟ حالا اومده این که مرده بی پدر و مادره، اون وقت آیا بقیه ارث میبرن؟ سوال پدر مادر داری ها. خب ببینید، درس ده اشخاصی که ارث میبرن دسته دسته، دسته اول، دسته دوم، دسته سوم. تا یه نفر از دسته اول هست، دسته دومی ها بس سمامه میکن، خبری نیست. مگه هیچ دسته اول نباشه؟ دسته اول پدر و مادر هست و فرزندان هست. با نبودن فرزندان، فرزندان فرزندان، تا یه دونه از اینا باشه دیناری نمیذارن گیر دسته دومی ها بیاد، مگر اینا همشون نباشند که دسته دوم برادر و خواهر و پدر بزرگ و مادر بزرگ. با نبودن برادر خواهرها اولاداشون میان جلو. تا این دستم حتی یه دونه باشه گیر دسته سوم نبیاد، که دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و با نبودن اونها اولاداشون. بله، پدر و مادر تو دسته اول ارسن، ارسشون هم اینجا قدم به قدم هم میگن. مسئله 2732، اگر وارث میت فقط پدر و مادر باشه، مالو سه قسمت میکنن، دو قسمت پدر، یک قسمت مادر. منتها این جناب مرده اگه دو تا برادر یا چهار تا خواهر یا یه برادر و دو تا خواهر داشته باشه که همشون پدری باشن، یعنی پدر اونا با پدر میتی که باشه، خواه مادرشان هم با مادر میتی که باشه یا نه، اگرچه تا میت پدر و مادر داره اینا ارث نمیبرن، اما به واسطه بودن اینها مادر 6-1 میبره، بقیه رو به پدر میده. بهش میگن حجب. حجب بعضی ها میان مزاحم ارث نه نمیشن، نه پدرها، پدر اگه باشه با لغت میزنه چه مادره بیچاره. مرده مرده بعد یه سورس بدن ننه، دو سورس به باباه، منطقه مرده دو تا داداش پدری داره یا چهار تا خواهر پدری داره یا یه برادر دو خواهر پدری داره، به اونا چیزی نمیدن، ولی ارث مادره میشه یه شش پنج شش رو میشه با پدر. اونا میبرن. الان بخونیم نوشته اگر وارث میت فقط پدر و یه پسر یا مادر و یه پسر باشه، مالو شش قسمت میکنه، یه قسمت پدر یا مادر، پنج قسمت پسر. اگه وارث میت فقط پدر و یه دختر یا مادر و یه دختر باشه، مالو چهار قسمت میکنه، یه قسمت پدر، بقیه رو. اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر، مالو پنج قسمت میکنه. اگه وارث میت اولاد نداشته باشه، نوه پسر. هی دونه دونه همه قیافه های مختلفش رو میگن اینجا براتون. حالا شما اون قیافه رو بگو تو بگم چی داشته، چی داره، چند پسر داره، چند دختر. احسن، خیلی درست شده. الان نهاد، اگر وارث میت پدر باشه و مادر باشه و چند پسر یا چند دختر، خلاصه ما رو چهار قسمت بده، مالو شش قسمت میکنن، پدر و مادر هر کدوم یه قسمت، اونها میان پسر بری دختر بری ارث میبرن. بله،
همینطور یک هم راستا چون یه ششم یه ششم یه سلس ما رو با ماننده هم میبرن. اون هم بله زن و شوهر از هم ارث میبرن، کاری به این که هست که نیست. نه نه از زمین رو که بهش ندن و از همش یک هشتم به زن میدن، اگر به ته مرد اولاد نداشته باشه یه چهارم، زنم بمیره مرد یه چهارم میبره از زن، از همه چی، اگر اولاد نداشته باشه نصفشو میبره. زن رو زمین رو ارث نمیدن بهش. البته آیت الله سیستان آیت الله صافی فرمودن که اگر زن واسه شوهر بچه زایده از زمین هم ارث میبره، ولی فقط فتوا مال ایشون زمین رو نمیدن، بقیه رو همه یه هشتم خانم ارث میبره. بله قیمت برق آب تلفن سرقلفی حتی اینا هم بر میبره. خود کلمه زمین بله می‌فرمان که یکی از پسرها مرده، بعد اومه نوه بچه داره، حالا پدره بعد مرده ارث میبره نبهه یا نه؟ احسن تا امو هم تا امو ها هستن بر اون و امه ها هستن نمیذارن، تا میت پسر و دختر داره بدون نبه، حتی یه دونه هیچ گره هیچ نبهی نمیاد، باید به کلی پسری و دختری نباشه تا نبه ها بیانجا. توافق چیز دیگری است. شما ممکنه الان توافق کنید شبه نصف مالتون رو بدید بهشون، توافق کسی کار نداره، ولی شرع تا برادر خواهرها هستن به نبه ها نمیذارن چیزی برسه. همطوره بر نه نه دیگه ببینید کی اول مرده، ننه یا دختره؟ مادره رو مرده میگیریم ارث رو میدیم به دختره و به همه، بعد ورثه این دختر میان به ارث بردن که ننه دیگه ازش چیزی نمیبره چون زودتر رفتیم. بله خب با اینجوری باور کردن که اینجور خب اینم از این ارث. نماز سرکتی که فقط مغربه، شک در رکعاتش از شکوک مبتل است، یعنی شک کنیم هر جور شکی مکس میکنیم، فکر میکنیم، اگه فکرمون به یه سمتی چربید همونو میگیرم و میریم، اگه همطور موند و موند و تکون نخورد دیگه میتونیم نماز به هم بزنیم از نو. مثلا 60 درصد خوبه؟ بله گمانه دیگه، اون 60 درصد یه رو مثل یقین شما حساب کنید برید جلو. نه شک 50-50 51 درصد یعنی گمان، گمان حکم یقین رو داره تو رکعات در نماز واجب، یه ذره به چرب اون وقت دیگه اون رو میگیره ما میره. بله گمان در رکعات نماز واجب حکم یقین. از اون دیگه از مرحوم از شیخ تحقیق شده یه جایی خوندم که مقام معظم دهبری فرمودم که اینو از
اول رسول الله اکبر تا آخر دادن خدا پخش و پیشگونی پسگونی اینا اگر مزاحمت اونجا هست نشه. حالا اینجا که ما هستیم کسبه خیلی زیاد هستن آجه ها و این اگر مثلا یه 3-4 دقیقه پیشگونی قرآن پخش نشه اینا آجه ها تا صدای قرآن در میاد بیرن مثلا حضور سازند و آماده میشن و اینا میاد سر مخبر جماعت شرکت بکنن مسجد خیلی شروع میشه و اینا و منتها این پیشگونی 3-4 دقیقه را اگر مثلا پخش نکنیم از همون اول و هر اکبر این بندگان خدا یا داخل نماز ظهر میرسن و یا الله یا اصلا به نماز ظهر نمیرسن نماز عصر هست. حالا از این طرف هم اینهایی که مسئولون که دارن زندگی میکنن اینا اون قرآنه رو که پخش میکنی شاکه میشن میاد میگن آقا فلان حالا یه آقای دیویز اومد به ما گفتش که اصلا همون اذان رو آقا گفته اگر که ما عارضی بیرون داره همون اذان رو پخش نکنه ازم بر این که همین که ایشون اشاره فهم روز داشتیم اجارت میشدیم زمان طاغوت خیلی سال میشه دیدیم کلانتری در مسجد واسده و بلنگو رو دیدم که آوردن تو ماشین گذاشتن تو پاسبان و یه بند خدا هم بود بردنش اون چه خبره گفتن که این خادم مسجد سحر پا میشه مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه بس از اون میخونه شعر میخونه بالا بعد از اون میگه بعد سکنه بهش گفتن آقا حالا ما رمضان خوادم عادت داره ما رمضان بالاخره برای سحر فلان ولی غیر ما رمضان شما اینقدر قبل از اون و بعد از اون چیز نکنه نخونه ما از اون رو پخش کن بس. فرد شب اومده پشت بلنگو ای خدا لعنت کنه نامسلمونا رو مخالفین ازون رو مخالفین قرآن رو مخالف دین و لجباز باز گفتن آقا جون اخی مخالف چون خب خوابی ما خب بلنگو خیلی قدر تو ازون رو پخش کن بس. باز شب بعد همتون کلمتری شکر کرده بودن قبل چند بار تذکر دادن اون روز اومدن بلنگو بشن برد این بیشتر صبح این استکاک ها میشه بله بله. حالا ببینید آخه عرفیه دیگه صدا اگر دل خراش همچی چی نباشه صدا ازم میاد زور کسی کار نداره یا تو خونه قضا میپذر را میره مغرب که خیلی کم میشه مگر اینکه صدا همچی ناهنجار باشه حالا ازم یه جور 4-5 دقیقه قرآن رو برای زور و مغرب و ناوتر و تر از نمازم که شما میفرماد عمل مستحبه اخبار و اطلاع اینها بخواهم از کنم اول باره من میشنوم که زهر و مغرب معترضی پیدا شده مگر اینکه صدای خیلی ناجور باشه اذیت کنند بله؟ بله؟ نه هم قبلش هم بخواه صدای چیز ندارم مگر صدای خیلی ناجوری بخواه مثلا الان مغرب همینجا مغرب بالا خون از فرش کنه جای کار از اون بیرون میادن مسجد باش کس خیلی خوابی نداره چیزی نداره مگر صدای ناهنجاری باشه یا مثلا زور کنه کسی هست نیست یا اگه هست بود صدا بیادش صبح اینا های خورده که خواب بلند میشه یا گاهی مثلا گوینده پخش میشه صداش هر بلنگو همچین بلند اون خوب نیست چون آخه که گوش نمیکنه کسی تو خونه ها و فقط اذیت میشه طول هم میکشه دیگه سر رو میخواد صحبت صدا اذان عادت دارن اشخاص بهش و اینا یعنی واقعا یک کسی اومده گفته زور قبل از زور از اون پخش میشه و رادیو قرآن من ناراحتم گفته هم چیزی رو قرآن رو آجا از اون حرفی نه میگن قرآن نگفته ناراحتم چه ناراحته چش مریض چیزی بله نه حالا ببینید این راهش نه این چند نفر رو که اومده اونه که نه این بدن که چه حالا بره پلوشونه بشیر نیبه برای آجا کمش کنیم ناراحتید خدا بد نده آره اینجوری مردم بفهمن زودتر راضیشون کنن بفهمید آره چی من چون اخه نه کسی یه هوی چیزی گفته چون ظهر و مغرب گیری خیلی نداره صبح آره گفتش که اعتراض کرده بودن گفت فردا لجبازی 20 دقیقه به اذان ای خدا لعنت کنه مخالفین دینو گفتم بابا آقا به دین گفت من رسیدم دیدن که من درستم بلنگرش بود بلنگونم
خب اینم از این. من برای سخنرانی آمدم. یه سوال کی بود؟ یه چیز فرد بود؟ سوال چیز با شما بود؟ بگو سوال. شما در مورد اختلافایی که بین سنی و شیعه هستش، خیلی از شبهات مطرح میشه. توی کانال ماهواره‌ای با خودم در مشاهده می‌کنم، مثلا یک کانالی هست به نام کانال نور، خیلی شبهات رو در مورد تشیع به کار می‌بره. و الان سوالی که اینجا مطرح میشه، جسارتم اینجا هم نباشه، سوالی که من فکر می‌کنم مثلا با باز کردن یک کتاب مرجع تقلید بتونیم به نتیجه برسیم، ولی این شبهاتی که مخصوصا نسل جوان ها که الان داره مطرح میشه خیلی متزلزل میشن. من خیلی از همکلاسی دانشگاه خودم رو دیدم که حالا حداقل به دین دیگه گرش پیدا کردم یا وهابیت سوالی مطرح میکنم. الان بحث من این حفظ وحدت هم که از کجور گذاشتن اینا، خب من حالا آجا دانشمند حساب نمیدونم می‌شناسین یا نه، خیلی تون صحبت می‌کنم اصلا در مورد وحدت و با سنی ها اینا. بعد من خودم حالا چند تا کتاب در مورد اختلافایی که بین شیعه و سنی هست مطالعه کردم، یه سری سوالایی مطرح می‌کنم، حالا من نمونه‌اشو براتون می‌خونم. ولی کلا بحث اینه که یه سری کتابایی که شما معرفی کنید یا ما سوالایی رو مطرح کنیم تو این جلسات که اون که پایه اعتقاداتمون نسبت به تشیع محکم تر باشه، چون واقعا الان تو زمانی هستیم که این تنه تشیع رو دارم میتراشم. من خودم توی دانشگاه دارم میبینم، یا توی شما تلویزیون همین ماهواره، همه کانال ها، همه مسیحیون و وهابیت و اینا که کانال مخصوص برای دین خودشون تبدیل دینشون گذاشتن خیلی محکم صحبت میکنن، ولی متاسفانه در مورد تشیع نه. الان یه سوالی حالا توی کتاب پاسخ جوان شیعه به پرسش وهابیت، یه سوالی مطرح کرده بودم وهابیت یا حالا سنی ها، که آنگاه که پیامبر قبل از وفاتش خواست نامه‌ای بنویسه و عمر با هم مخالفت کرد، چرا علی علیه السلام چیزی نه؟ حالا تشیع پاسخ میده، در پاسخ اون خود سنی هم دوری چند تا پاسخ دادن که من خودم خب خیلی جایش نتیجه ندید. تشیع پاسخ داره که در اینجا با ابن عباس همراه میشه که پیامبر خدا روز پنجشنبه که چیزی به وفاتش نمانده بود، فرمود قلم و دوات رو بیاورید تو برای شما چیزی بنویسن که هرگز گمراه نشد. ولی از میان حاضر در تو اون کار مخالفت کردم و عمر گفت بیماری و پیامبر چیره شده و در نقد